برگردم سر کار؟ واقعا؟ بله، از اولش هم قرار نبود شما برای همیشه برید. معرفی میکنم، خانم زرین، معاون جدید بانک. سلام. خیلی خوشبختم. خوبی؟ چقدر عوض شدی؟ شما همدیگر رو میشناسین؟ بله، در حقیقت من یه جورایی مدیون آقای مظاهری هستم. منظورتون اینه که شما میخواییم به این خواستگاری دختر من؟ فعلا در حد صحبت. یعنی شما از دیشب خبر داشتین که من معاون نشدم؟ خب من میخواستم اون شب بهت بگم، تو گفتی اگه من معاون نشدم. زیبا حرف نزن اینقدر، میخوام با خودم تنها باشم. میتونم یه ساعت تنها باشم؟ ما یکم دیگه با زیبا میریم سراغش. مگه شما میدونید کجا رفت؟ بله زیبا جان، تو هم برو حاضر شو، چند وقت سر خاک مادر خدا بیامرزت نرفت. اگه میگین خانم حالش خوب نیست، میتونیم امشب شام بریم بیرون. فکر خوبیه. پس تو معتاد نیستی؟ نه خب معلومه که نه. الان معلوم میشه هستی یا نیستی، خودت خواستی. کلیدو کجا میبری؟ من تصمیم گرفتم در این اتاق بسته بمونه ولاغه همه هم بدونن. بدونید میخوام بیام بیرون. الو سلام اشیا جان، یه لحظه گوشی رو بده به پدرت. عمو جون من الان اعصاب ندارم، گوشی رو بده به بابات. نه 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 نه، من اون سریال رو ندیدم، گوشی رو بده. اشیا جان وقتی من اون سریال رو ندیدم چجوری بفهمم کی کیو کشته؟ به نظر اون خواهر شوهره کشتنش یا اون یارو که شبیه مشیریه؟ میکنم که زندگی چقدر زود. چرا نمیبینی؟ پس این سریال ها رو واسه کی ساختم؟ خانوادتون چطوره؟ نمیشه الان جایی حساسشه، حواسم پرت میشه. بابا هنوز خوابه، کار باش من داره چرت میزنه هنوز. کیه؟ موشنگه. بدون الو. سلام موشنگ خان، حال شما چطوره؟ مبارک باشه، چشتون روشن. زهره جون دیگه که معاونت شده. با یعنی چی نشده؟ ای با خیلی ناراحت شدم آخه. حالا کجاست؟ میشه من باش حرف بزنم؟ کجاست؟ ناراحت که نیست که. آخه البته خوب شما که عادت دارین قبول نشدن سارا و موفقیت های سعید که خوب دیگه اشکال نداره. والا چه شما اعصاب نداری هوشنگ خان؟ باشه باشه، گوشی لحظه. عطا تو به یک هنوز؟ نه بابا، فوتبال یه ساعتی تموم شده. یه چورت میزنی؟ ای بابا این نیمه استراحت رو از وسط دوتا فوتبال برمیداشتن خوب میشه. کیه؟ هوشنگ خانه. هوشنگ کیه؟ وا هوشنگ دیگه گیجم. الو ها. همین الان پامیشی میای اینجا تکلیف ما رو با خودت مشخص میکنی. خودت میدونی واسه چی. بابا ببین من کار ندارم، تو هر کاری دوست داری بکن، میخوای بکشی بکش، میخوای هر کاری میخوای بکنی، اصلا هر چی، ولی من نمیذارم پای سعید منو وسط بکشی. یا الکی خودتو به اون رو نزن، الکی خودتو به اون رو نزن. ببین من از هر چی بگذرم، هر چی رو ببخشم، اعتیادو نمیبخشم. بابا این درو وا کنی، من میخوام برم دستشویی. عطا پا میشی مثل یه مرد میای اینجا برای من توضیح میدی. ببین حتی من همه چی رو میدونم، الانم سعیدو حبسش کردم تو اتاق تا تو بیای ببینم اصلا چه بلایی سر بچه منو بردی. واسه چی؟ این کاری نکرده که. نما چی داری میگی تو؟ نه امشب نمیتونم بیام. نه دیگه امشب نمیشه. خودی چی دیگه همین میگه که پاشو بیا برو زهره جشن میگیریم. میگم دیشب اونجا بودیم. اه آره دیگه دل به نشاط میگه. ها داره میاد اینجا با گرکان چی؟ ها ببین حالا بعدن حرف میزنیم، بعدن حرف میزنیم، میگم بعدن صحبت میکنیم. خدافظ. چی میگه؟ چی تو بانک برای زهره جشن گرفتن بر معاونتش؟ آره دیگه، حتی اون معاون نشده که من از دیشب میدونم. بگو ببینم چه خبر اونجا. خبری نیست؟ خبری نیست؟
خیلی خوب، پاش بریم اونجا ببینیم خبری هست یا نیست. پاش پاشو دیگه. خیلی وقت دلم میخواد بیاد میمدم پیشه، ولی اینا نمیارن منو که. حالا نه زیبا منو برداشت برد اینجا، رفته گلاب بگیره. گفتم من زودتر بیام با هم یه چند دقیقه تنها باشیم، چون الان سر کله زهرم پیدا میشه. ببین مسما، وقتی من میام اینجا بوی تو همچی منو میکشونه میاره تا سر قبر، انگاری دستمو گرفتی و بردی نشوندی اینجا. بابا آره. چیه بابا؟ اینجا نشستی؟ آره دارم با مامانا درد دل میکنم. با چرا نمیری سر قبر خودش؟ خب این قبرشه دیگه. ایوا بابا قبر ماما اونه. شما میشینی روشو نمیخونی؟ اسم ماما احمد رجبزاده است. حالا چه فرقی میکنه دو تا پایین و بالا، من همسایه‌ام نیبا. پاشو بریم بابا، پاشو پاشو یکی بیاد کن جوون، بیا یه دقیقه کمک کن به من. آقا بی زحمت دست این بابای ما رو بگیر، نخورم یکی باید به خود من کمک کنه. بیا بابا جون، دست شما درد کن. من بگیر آداره قبر مردم. ممنون خدا. آقا دست شما درد نکن، دست دیگم من خیلی مرد نبودی میخوردم زمین. ممنون آقا، ممنون. بیری میشین سر قبر مردم بابا. قبرم هم دیگه اشتباه میاد. سلام. سلام. حالا چه فرقی میکنه دوتا قبر بالا و پایین؟ و هم همسایه این دیگه بود منو میکشونه اینجا. خب عطرت عوض کردی نشناخته. با بابا جا من که یه عطرم عوض کردم. حالا قهر نکن، مهم اینی که اومدم سر زدم بهت دیگه. وا بابا با کی داری حرف میزنی؟ با مامانه. بابا الانم به خاطر من نیومدی، فکر کردی زهره معاون نشده میاد اینجا؟ چقدرم که اومد. میگم بابا زهرم که نیومد، الان سر کلش پیدا میشه، ناراحت نباش. آخه اصلا موبایلشو جواب نمیده. بی خود دلتو خوش نکن، تو هم که بمیری همین بساط تا چهلوم میام بعد یادشون میره. فقط وقتی یه بدبختی چیزی داشته باشن میان سراغه، بعدش دیگه اونم نمیام. ولی زهره میاد مطمئن. میگم موبایلشو جواب نمیده، گوشیش خاموشه، نمیاد، معلوم نیست الان کجاست. ولی زهره همیشه میگه هر وقت دلم میخواد بترکه بلند میشم میرم پیش ماما. نمیومدی میترکیدم. چرا نیام؟ دوستیم دیگه، یه روزم من ناراحتم تو میای پیشم. ناراحت که نیستم. خودت گفتی بیا ناراحتم با هم حرف بزنی. نه برای چی ناراحت باشم؟ تفلک اون خانم حکم گرفته اومده نشسته سر جاش داره کارشو میکنه. مرویه بیچاره هم که اسم منو رد کرده بود، حالا بالایی یا صلاح ندونستن، کسی مقصر نیست. اگه گفتم بیا اینجا واسه اینه که به یاد قدیما بشین تو کافی شاپ. برای چی میخندی؟ آخه دوره ما اصلا کافی شاپ مافی شاپ نبود. وا پس ما چیکار میکردی؟ هیچ، میشستیم تو بوفه دانشگاه کیک و نوشابه میخوردیم. اگه کشو لازم داری من یکی از کشوهامو بهتون میدم. حالا زهره اون بیچارم که با این لحن نگفت میخواست روز اولیه یه ارتباطی با تو برقرار کنه. ایشون یکی از قدیمی ترین و مجرب ترین کارمندای ما هستن. ای خانم زرین اینو گفت؟ نه خیر، مروی گفت. بگو اگه من مجرب ترین و قدیمی ترینم اینی که آوردی جای من چیه؟ یه حواله میخواد بنویسه سه بار لاک میگیره. البته من از مروی ناراحت نیستم و از هیچ کس ناراحت نیستم. زهر من میخواستم بهت بگم، دیدم ناراحتی نگفتم. مروی گفت؟ نه خیر، اینو خواهرم گفت. اینقدر ادای همه رو یه جور در میاری که آدم قاطی میکنه. ای یه جور در میارم که در میارم، من اصلا از بچگی ادا در آوردن رو دوست نداشتم. دوست نداشتم. از زنهای گندهی هم که بچه گونه حرف میزنن اصلا خوشم نمیاد. کفشام امروز خیلی تابلو بود؟ نه خوب بود. چیش خوب بود؟ خب راستش علکی گفتم.
شیک توت فرنگی مال منه. مام این چیه؟ اسپرسوی دیگه. همین؟ بله دیگه. این که فقط یه بند انگشت توشه، اون وقت 15 تومن؟ خانم خود سفارش دادیم. بعد این با اون که اون چتر روشه اون تزئینم داره یه قیمته؟ آقا شما بفرمایید. ممنون. بیا زهره جون تو، بیا تو این بخور. من نمیخورم، دوست ندارم. بخور، خوشمزه است. دهن که نزدی؟ نه خیر، نزدم. گفتم دوست ندارم. یعنی زمان ما واقعا کافی شاپ نبود؟ نه بابا نبود. یعنی ما اینقدر پیر شدیم؟ نه قربونت برم من. نه رستورانش فرقی نمیکنه، شما فقط آدرسش رو اسمس کن. آها برای رزرو چهار تا ایم دیگه، من و زهره و سارا و سعید. البته سعید امشب نمیتونه بیاد. اه چرا؟ تعارف میکنی؟ آخه دوست داشتیم آقا سعید هم باشن. درگیر برنامه خودشناسیه بابا. همون سه تا. نه 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 چهار تا، آقا رضا هم از بالاخره بزرگترمونه، زشته نیاد. البته زیبا خانوم هم هست. بابا درو وا کنین میگه. بله بله پنج تا، من و زهره و سارا و زیبا خانوم و آقا رضا. بله یک ساعت و نیم دیگه تو رستوران میبینمتون دیگه. آقا قربان شما، خداحافظ. خداحافظ. بابا با خاله صحبت کردم، میگه مامان سر خاک نرفته. پس کجاست؟ نمیدونم. با کی حرف میزدی؟ قرار کاری بود. با کل خانواده برای یک ساعت و نیمه دیگه قرار گذاشتین بریم رستوران. قرار کاریه؟ سارا جان بیا اینجا. سارا جان میدونی چند وقت با هم دیگه تنها نبودی؟ بابا جون میشه بری سر اصل مطلب؟ بله. ببین سارا جان یکم گفتن این چیزی که میخوام بگم سخته، یعنی اصلا چطوره که غیر مستقیم بهت بگم اینجوری بهتره. آقای ترابی رئیس شرکت ما ازت خواستگاری کرده قرار همگی امشب با هم بریم رستوران. خوبی؟ ببین بابا جان من اصلا نمیخوام تو رو تحت فشار بذارم. اگه الان به هم بگین نه، من بهش زنگ میزنم، هم خواستگاری هم قرار شامو منتفیش میکنم. نه. چی نه؟ نه دیگه نه. آخه قرار گذاشتیم. مگه همین الان نگفتین اگر بگم نه منتفیش میکنی؟ بله بابا. ولی رزرو کردی بابا. اولا که من اصلا از این آقا خوشم نمیاد، بعدشم من بگم آره، همین امشب که سعیدو تو اتاق حبس کردین، مامان قهر کرده معلوم نیست کجا رفته، بابا رضا و خاله زیبا پاشو رفتن قبرستون، دایی داره میاد اینجا دعوا بکنه، ما یک ساعت و نیمه دیگه میتونیم پاشیم بریم رستوران شام بخوریم. این جواب آخرت بود؟ بله. نمیخوایی کم بیشتر راجبش فکر بکنی؟ نه. باش باش بسپارش به من.
الو سلام تو را بی جان. قربان تو. نه شرمنده، یه مشکلی پیش اومد دیگه، قراره امشب رو باید منتفیش بکنیم. آخه چرا؟ یعنی همه چی منتفی شد؟ نه چیز خاصی نیست، امشب نمیشه، فردا باش حالا هماهنگ میکنیم دیگه. نه خوبه بابا، من معتاد نیستم. هماهنگ میکنیم با هم دیگه. آقا بازم شرمنده، قربان شما، خداحافظ. چی شد بابا گفتی؟ بله بابا. یعنی تموم؟ تموم دیگه. شک داری میخوای یه بار دیگه بهش زنگ بزن؟ بابا نه خیلی ممنون. بابا زهره که نیومد گوشیشم جواب نمیده، پاشو بریم. یواش بگی بشین با این پا، از بچگیشم یه جا بند نمیشد. ما برای زهره نیومد بودیم که، ما اومدیم مامانتو ببینیم. نمیخواد برای من فیلم بازی کنی، زهره هم اومد. کو؟ کی کو؟ زهره. زهره کجا بود؟ زهره که نیومد. پشت سرته، داره با شیوا میاد. پشت سرمه، داره با شیوا میاد. زهره کجا پشت سرشو؟ اومدن که. سلام. 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 چجور پشت سر تو دیدی؟ الان شما اینجا چی کار میکنی؟ کجا بودی؟ با شیوا رفته بودم کافی شاپ. فکر نکردی همه یه ساعت تلف کردی؟ مگه با هم قرار گذاشته بودی؟ تو وقتی دلت میگیره بعد یه پیش مامانت، نه که بری کافی شاپ. خب اومدم دیگه. اومد دیگه بچم، میدونه من لباس بانکشو دوست دارم، با همون لباسا اومده. نه بابا نرسیده لباس که عوض کنه. چیو؟ میگم به خاطر من پوشیده. تو به خاطر مادرت لباس بانگو پوشیدی؟ نه نرسیدم عوض کنم. زهره میگم تو کافی شاپ چی خوردی؟ من با شما حرفی ندارم. اسپرسوشو با میلکشیک توت فرنگی شیوا عوض کرد. اسپرسو سفارش داد با میلکشیک توت فرنگی شیوا عوض کرد. و بابا رضا شما از کجا میدونی؟ من مادرم، میدونم بچم چی میخوره چی نمیخوره. من پدرم، میدونم بچم چی میخوره چی نمیخوره. بله خیلی رود زیاده. پاشید برید، من میخوام با زهره تنها باشم. پاشو دیگه، پاشین بریم، مامانت میخواد زهره تنها باشه. پاشین دیگه. آخه ما تازه اومدیم. بگو بعدن بیا، زهره الان حالش خوب نیست. بعدن بیاین، الان زهره حالش خوب نیست. پاشین بریم دیگه. چش؟ بله. والا من از اون موقع میگم پاشین بریم. ماما دیدی من معاون نشدم؟ دای سرت عزیزم، قربونت برم الهی، هیچ اشکالی نداره عزیز دلم، قربونت برم الهی، قربونت برم الهی عزیزم، بدوت بشم الهی. حالا مهمونی گرفتنت چی بود؟ کلید اتاق سعید دست تو چی کار میکنه؟ من کلید کارواشم هم دستم نیست، چه برسه کلید این اتاق؟ نه کلید اتاق پیش منه، کلید معما دسته ایشونه. عطا میگی چی کار کردی یا نه؟ بابا من اصلا روحم هم خبر ند، اینا برای چی اینجا حبسش کردی؟ تو خبر نداری؟ نه. تو خبر نداری؟ نه. 214 بیا برای تو خورده. 214 چیه؟ زندانی و قدر شماره است.
من یه 214 برات آوردم بخور. الهی قربونت برم که فیلمای سنگین میبینی. بابا این درو باز کنید دیگه. نمیشه. بخور. من دارم به غرورم بر میخورم. دهنتو بیا جلو بخور. ممنون. الان برات غذا میارم. نه بابا غذا نمیخوام. این درو وا کنین من برم دستشویی. گفتم که نمیشه. دایی خواهش میکنم بگین چی شده. باز داره میگه بگین. باز دارم میگم بگین. نمیگی؟ نه. من بگم؟ بگو. بگم؟ بگو. نه بگو دیگه چیزی میدونی بگو. آها چی شد؟ ترسیدی یا نه؟ ترسیدی دیگه. چرا ترسیدی؟ عجیل نباشک از نزیده. بیا بگی بخور. خیلی خوب. خودت خواستی. سارا جان گوشه گشته رو بگیر. نه گوشاشو بگیر. به گوش بچه من چی کار داری؟ بهتره نشنوه باباش چی کار کرده. وای بگین دیگه هوشنگ خان. بگم؟ بگو. خودت خواستی. شوهر شما معتاد شده. اثر منم معتاد کرده. اتو تو گوش بچه رو بگی. اتو تو معتاد شدی؟ نه بابا داره دروغ میگه. بچه تو گفت معتاد شدی نشستی؟ خب این دیگه عادت هم شده. اسم اعتیاد میاد پام شل میشه. پس چی داره میگه ای؟ بابا این چرت و پرت. ببین به خاطر این دروغ من بیچارت میکنم. یعنی بیچارت میکنم و بیچارت میکنم. باشه ادعای بس کنین دیگه. بابام سند داره. چه سندی؟ سند داره نشون بده من کاری نکردم. نشون بده؟ نشون بده. نشون میدم ها. نشون بده. باشه دیگه خودت خواستی. سارا جان گوشه گشتر بگی. خیلی کار سختیه. خب ببین اشتباه کردی اتا. اشتباه کردی. خب بفرمی. این تابلو رو نگاه کنی ببینی کجا وارد میشه. دقت کنی. چیگیم؟ توضیح میدم الان برات. دیگه تموم شد اتا. دیگه تموم شد. بیا بریم مرشی. کجا بریم؟ وایسته برای توضیح میدم. هیچی نمیخوام بشنوم. بابا چی شده؟ بابات مرد. همینجوری وایساده ما؟ شیرین بذار برای توضیح میدم بعد برو. ما اصلا رفته بودیم اونجا یه بابای دیگر رو بستری کنیم. کیا؟ نمیتونم بگم. بریم مرشی. میگم وایسته. به خاطر برادرزاده ایشون رفته بود. چرت و پرت داره میگه. من اگه خودشو تبرئه بکنه داره برادرزاده این پاک و نجیب منو معتاد میکنه. واقعا برات متاسفم. تو واقعا متاسف باشه. سعید ما مگه نبرده بودیم حامدو اونجا بستری بکنیم؟ من چیزی نمیگم. خب یک کلمه حداقل بگو. آره اینا بفهمن من دروغ نمیگم. من در این رابطه اصلا صحبتی ندارم. تو هنوز فرق اومدن رفتن نفهمی؟ سلام. سلام. ای با شیبا خانم رفته بودین گردش؟ گردش چیه؟ اتو کو؟ شیدم ریفوزه شده معاون کلانتر نشدی. آره؟ شیرین کجا داری میری؟ ما دیگه اینجا کاری نداریم. اون برادر عملیتونم ارزونی خودتون. مامان عملی چیه؟ نه مامان جون هپلی. یعنی همونی که همون نمیره؟ آفرین هم. شیرین چی شده؟ خودتون خوب میدونین چی شده. اینجا فقط من غریبم. خوشگذرونیاتون مال بقیه است. بدبختیاتون مال منه. خوشگذرونی چیه واسه خود حرف میزنی؟ رفتم این قبرستون. البته من و زهره قبلش یه کافی شاپ هم رفتیم. ای
با زن قبلی داداشتون رفته بودین کافی شاپ؟ نه خیر، با دوست و همکارم رفتم. چرا با مامان من نرفتی؟ من خودم نمیخوام برم مامان جون. اگه بخوام برم کافی شاپ خودم هزار تا دوست و همکار دارم. کجا کار میکنین که مام همکاراتونو بشناسین؟ بی بریم. شیرینی تو مجبور بودی جلوی این بگی رفتیم کافی شاپ؟ میخواستم بچسونمش. شیوا جون خوب کردی، دست درد نکنه. چکرم چی خوب کرده؟ شیرین سلام بفرمایین بابا. مامان جو ببخشید، من معذرت میخوام. خیلی خوب، حالا بعدا حرف میزنیم. سلام، چی کار کردین با این شیرین؟ چی شده مگه؟ چی شده؟ از خوردن و بلیدنمون گذشته، حزمون کرد رفت. چی داری میکوبه به در ها؟ سعید بیچاره چی شده؟ چی شده هوشنگ؟ بابا سعید رو تو اتاقش حبس کرد. و یعنی چی؟ برای چی؟ از برادرتون بپرسی. میخوام بیام بیرون. چی شده عطا؟ بیچارت میکنم من. یکی اینجا مثل آدمیزاد به ما نمیتونه بگه چی شده؟ بابا فکر میکنه سعید معتاده. خاک به گورم. عطا کار توه. هوشنگ تو واقعا به پسرمون شک کردی؟ بله شک کردم. انقدرم اون تو میمونه تا من بفهمم شکم درست بوده یا نه. آه تو چرا زل زدی به من؟ این بیچارت میکنم من. یه دقیقه ساکت بابا. بله سعید دیگه در نمیزنه. خب نزنه. یعنی چی نزنه؟ سعید، سعید مامان جان، سعید حالت خوبه؟ سعید جان جواب نمیده. هوشنگ بیا درو باز کن، این بچه از حال رفت. سعید باز نمیکنه. بهت میگم باز کن. آقا هوشنگ پاشو برو بچه به این رفت. ای بابا این الکی خودشو زده به موش مردگی، شما چه ساده ای. یعنی چی سعید جان؟ بوی سوری کاری بکنین. هوشنگ پاشو بیا این درو باز کن، بچه‌م از دست رفت. بیا دو دقیقه نتونست تحمل بکنه. ببین چه بلایی سرشو بردی تو. بیچارت میکنم من، بیچارت میکنم. آقا حسین پاشو دیگه. خیلی خب بابا پاشو دیگه، اتفاقی واسه این طفله نیفته. آقا حسین قم نفت و لاب نده، بچه دست رفت. خیلی خب بزنو اینم کلید رو کجا گذاشت؟ حسین زود باش کلید رو پیدا کن، بچه از دست رفت. خیلی خب باشه سعید. آقا حسین زود باش، بقیل لفتش میدی. ببین کلید من بهش میخوره. نمیخواد من درو میشکونم. سعید درو بکش سمت خودت. سعید جان بابا برو کنار، الان میخوام درو بشکونم. ها 3 2 1 جون چیزی نشد؟ من افتادم. با اون میگی؟ کجا میری سعید؟ من دیگه یه لحظه هم تو این خونه نمیمونم. در دسترس نیست. هوشنگ ببین چه کارایی میکنی؟ من دوباره چی کار کردم؟ اون از مهمونی دیشبت، اون از سخنرانیت، اون از دست گلت، اونم از این بچه که فراریش دادی الان معلوم نیست کجاست. مهمونی دیشبو که شما گرفتی، سخنرانی منم تا وقتی که قرار بود معاون بشه اتفاقا سخنرانی خیلی قرایی بود. تقصیر منه نشدی؟ گلم که همه دیدن ازش تعریف و تمجید کردن. من هر چی میگم تو یه چیز دیگه جواب بده. الان سعیدو چیکار کنی؟ شماها درو باز کردین. اگه به من بود که هنوز تو اتاق بود، در اتاقم قفل بود. هیچ جایی هم نمیتونست بره. بچه رو سر هیچ و پوچ تو اتاق حبس کردی، توقع داری همجوری بشینه نگات کنه؟ تقصیر منه پسر تو معتاد شده؟ تقصیر منه یا تقصیر برادرت؟ زندگی این بدبخت به خاطر تهمتای تو داره از هم میپاشه. عطا الان مثل انبار باروته. انبار باروت؟ منم که پسرم معتاد شده، اون انبار مواد مخدره. هوشنگ یه بار دیگه راجب سعید و عطا اینجوری حرف بزنی، منم میرم همون جایی که سعید رفته ها. مگه میدونی سعید کجا رفته؟ ای وای چی شده دیگه. ای وای ماما چی شد؟ هیچی، در دسترس نیست. وای
اون الان از نظر روانی تو وضعیت خیلی خطرناکیه ها. وا چرا؟ چون اگر معتاد باشه اینجور که شما تحقیرش کردین حتما مستقیما میره سراغ مواد. اگر معتاد نباشه با این تهمتی که شما بهش زدین باز تحریک میشه میره سراغ مواد. بفرما ببین چی کار کردی؟ هم تحقیر کردی، هم تهمت زدی، هم تحریک کردی. نمیفهمم. من واقعا نمیفهمم. توی این خانواده همه از همه چی تبرن به جز من که کلونی جرم و اشتباهم. وای من کلافم. تو بگیر ببین برمیداره. الو سعید کجایی؟ بیرون یعنی چی؟ میگم کجا گذاشتی رفتی؟ همه نگرانتن. نه خونه دوستم هم. شما ها نمیشنسینش. نه نمیام. من اصلا کاری ندارم اونجا. الان مثلا قهر کردی؟ خب یا مثل آدم بشین با بابا حرف بزن. تا کی میخوای بمونی اونجا؟ خیلی خوب. پس لاغا زنگ میزنیم جواب تلفنتو بده. خداحافظ. چی شد؟ خونه دوستشه. کدوم دوستش؟ نگفت به من. ساده این شما. دوستی در کار نیست. یعنی چی؟ اسم رمزشونه. وقتی میگن خونه دوست سعیدن یعنی نشستن کنار هم دارن میکشن. همش هم تقصیر ایشونه. این چه طرز حرف زدن درباره عطاست؟ برو ازش معذرت بخوا. من معذرت بخوام؟ بله. برم بگم چی؟ بگم ببخشید که یه دونه پسرمو گرفتی معتادش کردی؟ برم بهش بگم که ببخشید من دو تا نداشتم که تقدیمت بکنم که هر جفتشونم معتاد بکنی؟ چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ همینی که شنیدی. طفل معصوم منو گرفتی بازم ازم طلبکاری؟ ای هوشنگ زشته. شما زن و بچه منو ازم گرفتید طلبکارم هستی؟ چی زن و بچه‌مو ازم گرفتی؟ تو الان پترو میکشی رو سرت زنگ میزنی دوتا شیرین شیرین گشگسته میخونی زنت برمیگرده. این بچه منه که تو چنگال هیولاگه اعتیاد اسیر داره دست پا میزنه. دیگه هوشنگه. به صد بار دارم میگم این کلمه رو جلوی این بچه نگو. میام کاری میکنم آب بشی بری تو زمینا. ببخشید منظورتون از بچه منه؟ بله. تو خجالت نمیکشی به این خرس گنده داری میگی بچه؟ شما الان از من دفاع کردین؟ بابا الان وقت بحث راجع به سن و سال تو نیست. من باید تکلیفمو با این عملی روشن بکنم. ببین بیچارت میکنم. بیا اینجا. بیا. بیچارت کردم. بیا اینجا. گفتم بیا. بذار شخصیتشو نشون بده دیگه. ببین هوشنگ بیچارت کردم. معذرت بخوام بیا دیگه. هوشنگ بیا اینجا. گفتم بیا. باشه من الان معذرت میخوام. همین الان معذرت میخوام. کجا میری بابا؟ دارم میرم معذرت میخوام دیگه. ولی جوری معذرت میخوام. جوری معذرت میخوام که تو تاریخ بنویسن. کو؟ کی؟ عطا کو؟ اونجاست خو؟ چه رفتی اونجا؟ من اومدم دنبال تو. تو اومدی دنبال من؟ من اومدم دنبال تو. حرف نزن. پریدم پایین اومدم باهات درگیر بشم ترسیدی رفتی بالا. چی میگی؟ همه شاهدن اول من اومدم بیرون. برو بابا گلابی. بله؟ آهوشه من میگم برو یه معذرت خواهی بکن تموم بشه بره پی کارش. فقط بودو. من معذرت میخوام بابت اینکه آقا رضا شما یه چیزی بهشون بگین. راست میگه دیگه. برو ازش عذرخواهی کن قالب کن بده. بیا دیگه. چی شد گلابی؟ بیا. بیا پایین. بازم به من گفت واسه همون جلوم بیام. کو کی کو؟ کی کو کو؟ کی؟ چرا چینی حرف میزنی؟ دایونه ها باش فرار کردی رفتی پایین؟ من فرار کردم؟ تو ترسیدی فرار کردی؟ من ترسیدم؟ هی میترسیدم خودم اینجوری بالا نمیکشیدم بیام سر وقتت. شما از حرست فرار کردی پایین؟ خودتو کشیدی بالا؟ صندلی گذاشتی رفتی بالا؟ حرف نزن. ببین رحمو میذارم کنار میام پایین ها. تو میخوای بیای سراغ من؟ من میام سراغ تو. میماری؟ هوشنگ؟ بیا پایین.
قصد زدی ده تمومش کنی بری کنم. ها کجا داری میری؟ چیه؟ ترسیدی؟ من از تو بترسم؟ برو خوشن بیا پایینش. آخه این روش خیلی زیاد شده. خوشن کجا این مارداری میخواد میای بالا؟ برو پایین. دریچه رو ببندیم راحت شیم. چی دریچه رو ببندیم؟ برادر آقای نمکه عاشق این دریچه است. بس کن دیگه برو پایین میرم. با منی؟ بله با تو هم. برو پایین. آخه من الان نیستم بالاست. با تو هم دیگه. برو پایین. تا برای چی میگی؟ من نمیتونم. از این خونه میرم پامم جایی که این آدم باشه دیگه نمیذارم. اتا کجا میری؟ دیدی چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ بهش برخورد رفت. آخه اون کجا رو داره بخواد بره؟ اتا جا زهره به حرفای من گوش بده. اگه حرف بعدی زدم بذار برو. من جایی که به بی احترامی بشه نمیمونم. میرم خونه خودم. خونم دایی شما که شیرینو میشناسین. نرفته باید برگردی. بفرمایید بچه‌م شناختت. چرا هی به من میگید بچه؟ عطا بی خود خودتو سبک نکن. شیرین تو را نمیده. اتفاقا شما اصلا شیرین رو نشناختی. من نرم دو دقیقه بعد اینجاست. بفرما حتما هم الان شیرین خانومه. شیرینه؟ واقعا؟ آره باز کنم؟ چیکار کنم باز کنم؟ باز کنم؟ باز کن دیگه. سلام برای تهش شده بود. سلام چیه؟ چرا اینجور نگاه میکنی؟ وا همه دارن نگات میکنن. اون وسط فقط چشمای من ایراد داره. عطا بیا بریم. شیرین جون کجا؟ بیا بریم بالا. نه ما باید بریم. عطا بیا. بریم خدافز. ده بیا دیگه. بیا اینجا. بیا اینجاست. چه اینجاست؟ چمدون دیگه. بیا. آها فکر خوبیه. من فکر میکنم که یه مسافرتی لازم داشت. کجا بریم؟ هتل هوشنگ. خیلی هم هتل لوکسیه. 4 ستاره است. ستاره‌اش هم که میدونی که هوشنگ و زهره و سعید و سارا. فقط یه اشکالی داره. اونم اینه که تخت نداره. باید رو کاناپه بخوابی. شوخی میکنی؟ نه اصلا. چرا شوخی کنم؟ عرشی بی بریم. خدافزی نکردی؟ ای راست میگی. بی بگیر عرشی ها رو. الان خدافزی هم میکنم. پندشه. من دارم میرم. خدافظ. میریم تو کوچه صحبت بکنیم برمیگردم. من دیگه حرفی ندارم با تو بزنم. عطا ما میریم کم. شما الان مطمئن شو که من معتاد نیستم. بریم الان شب که کم را نمیدم. فردا صبح میریم. عرشیا بیا بریم. خدافظ برای همیشه. خدافز. بیا بریم. شیرین بریم دنبالش. بابا برات کادو آوردم. هر شب که دلت برام تنگ شد این عکس رو نگاه کن. هر شب ساعت 9 هم به ماه نگاه کن. منم نگاه میکنم. خدافز برای همیشه. خودتون میدونین که من منت هیچ کیو نمیکشم. فقط نمیتونم زن زنم این وقت شب تنها بره خونه. شیرین بابا ولش کن. شیرین وایسا کارت دارم. من دیگه یک کلمه هم با طرف نمیزنم. به من بگو. پیش بگو نرو. انگلیسی بگو. ای بابا لوسبازی در نیار دیگه. بگو نرو. اگه انگلیسی نگی نمیگم. بگو نو گو پلیس. نو گو پلیس. وی آر گو. وی آر گود. داد ایز بد. لیتس گو آرشیا. وای داد. Thank you.
اشکال نداره. Come here.